به نام نامی حی سبحان، پروردگار جان و جهان، عزیزان بیننده، هموطنان گلم، سلام های مرا پذیرا باشین. تقدیم کنم به همه شما عزیزانی که هر روز بیننده برنامه روشنا هستند. خدا رو شکر میکنیم که امروز هم با شما عزیزان هستیم و شما هم با ما. شما مادرهای عزیز، شما پدران گرامی، مانده نباشید. نگام به همه شما عزیزان تا این لحظه از روز را انشالله که به خوبی و خوشی سپری کرده باشین و روز خوب و خوشی را برای همه شما عزیزان از خدای بزرگ خواستار هستم. در روز بسیار خوبی هستیم، در روز بزرگ، روز میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام. این روز را به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و انشالله که روز خوب و خوشی را به خاطر قدم‌های مبارک این امام بزرگ شما عزیزان داشته باشین. و چقدر خوب است حضور این امامان بزرگ در زندگی ما که چراغ روشن باشه برای زندگی ما، برای اهداف ما، برای رفتارهای ما، برای زندگی ما. انشاءالله که بتانیم سلاح زندگی خود ما قرار بدیم و شناخت خوب از این امامان بزرگ داشته باشیم. به همین مناسبت هم ما میخواییم امروز در رابطه با زندگی امام حسن عسکری علیه السلام با شما عزیزان گفتگوهایی داشته باشیم. یک نگاهی در زندگی امام حسن عسکری داریم که در رابطه با فضائل اخلاقیات ایشان، نوع زندگیشان با شما عزیزان گفتگو میکنیم. پس حتما بیننده برنامه باشین. کارشناس محترم برنامه خانم علیزاده عزیز هم امروز در استودیو با ما هستن. سلام علیکم میکنیم خدمتشان و تبریک عرض میکنیم. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محترم خدمت شما و سروران عزیزی که بیننده این برنامه هستن. انشاءالله هر جایی هستین در سلامتی و صحتمندی کامل به سر ببرید. منم به نوبه خودم این روز بزرگ را میلاد با سعادت 11 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت را خدمت اول از همه محضر آقا امام زمان و بعد از اون خدمت شما سروران گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم. تشکر، سپاسگزار هستیم خانم علیزاده عزیز از اینکه امروز با ما هستیم در برنامه روشنا. عزیزان بیننده ما متوجه هستند که همه امامان بزرگ ما رفتارها و اخلاق و شخصیت مثبتی دارند. مکارم اخلاق و عظمت اخلاق این امام بزرگ، امام حسن عسکری علیه السلام که امروز روز میلادشان هست، به قدری خاص بود که دوست و دشمن شیفته ایشان شده بودن. حالا خب داستانهای زیادی را هم حتما شما عزیزان شنیدین و ما در برنامه در حین گفتگو با کارشناس محترم من باز هم بیان میکنیم مصادیقی از زندگی این امام بزرگ را برای شما عزیزان. و چون گفتیم سلوحه زندگی ما باید باشه، پس باید بشناسیم این امام ما را. به خاطر همین میخواییم گفتگویی داشته باشیم با کارشناس برنامه خانم علیزاده عزیز و ببینیم که خب خانم علیزاده، برحال این امام بزرگ چگونه زندگی داشتن، زندگیشان را یک نگاهی بندازیم به زندگیشان و بعد از اون انشاءالله بریم به فضایل اخلاقی و سایر صحبت ها. بسیار خوب. خب اول میپردازیم به زندگی نامی حضرت و بعد از اون به فضایل اخلاقی که فرمودین. آقای امام حسن عسکری علیه السلام در همچین روزی 8 ربیع الثانی سال 232 هجری در شهر مدینه دیده به جهان میشاید، متولد میشن. خب نام پدر بزرگوار ایشان امام هادی علیه السلام هست که همه انشاءالله میدانیم و نام مادر ایشان سوسن بانو هست که بسیار فردی بانوی بزرگوار و پرهیزگاری بوده که حتی موقعی که امام حسن عسکری در سامرا بوده و در حبس بودم همراه ایشان بوده و در همونجا هم از دنیا میره. خب امام حسن عسکری، خب همونطور که لقبش پیداست به نام عسکری مشهور داره به این علتی که خب دوران زندگیش بسیار یک دوران سختی بوده و حالت حبس و محکومیت داشته که در یک مکانی خب که تقریبا نظامی گفته میشه و یک پایگاه نظامی بوده زندگی میکرده و خب زندگی از او تحت نظر بوده، مراقبت شدید میشده از او محل و به همین عنوان به نام عسکری مشهور شده که ما یاد میکنیم. بله یک دوران خفقانی بوده. بله یک دوران خفقانی که بسیار ارتباطاتش با مسلمان و تحت کنترل بوده و بیشتر به وسیله نامه خب پاسخ میداده به سوالات و شبهاتی که شیعان داشتند خدمت امام میرسیدن، ولی به طور کلی خب آزادی که نداشتن که بتوانند در ملأ عام حضور داشته باشه. بله.
و حتی امام حسن عسکری تنها امامی هستند که به مکه مشرف نشده. خب یعنی میرسانه به این علتی که بسیار تحت نظر بودن، یعنی رفت آمدشان، محل زندگیشان، نشست ها برخواست هاشان و در جمع بودنشان رو بسیار کنترل می شده، از نمی خاطر هم در مکه مشرف نشده. خب این میتونه دو تا علت هم داشته باشه. کلا دوران زندگی امام هادی علیه السلام، پدر امام حسن عسکری و خود امام حسن عسکری بسیار یک دوران سختی بوده که در دوران خلافت عباسی همراه میشه که بسیار تحت نظر بوده و هم میتونه این باشه که در این مدت خب کمتر ارتباط داشته با شیعیان که زمینه هم فراهم میشه برای اینکه بعد از اون شیعیان خب بالاخره در زمان غیبت شروع میشه و یک آمادگی را داشته باشه که وقتی که حجت خدا به طور فیزیکی حضور نداشته باشه بتوانن چگونه رفع و دفع مشکلات را داشته باشن، که از طریق بیشتر همون یاران نزدیک بوده که به وسیله نامه در ارتباط بوده با آقا. پس دوران سختی بوده، دوران مشقتباری بوده، دورانی که شیعیان آزادی لازمه را نداشته. دقیقا یک آمادگی داشته باشن برای غیبت امام زمان خودشان بر یک مقدمه میشه، یک آمادگی میشه برای غیبت. خب پس بنابراین گرچه که دوران بیشتر ائمه ما خب دوران سخت و پرمشغلتی را داشتن، حالا در بعضی دوران ها یک مقدار فشارها کمتر بود، آزادی بیان بهتر بود، در بعضی دوران ها مثل دوران زندگی امام هادی و امام حسن عسکری علیه السلام که خب دوران سختتر بوده. امام حسن عسکری علیه السلام زمانی که 23 ساله بوده پدرشون به شهادت میرسه و خب مقام امامت و ولایت به ایشان میرسه که در به طور کلی 6 سال طول میکشه که ایشان دوران امامت ایشان و بعد از اون هم در سن 29 سالگی شهید میشه. پس بنابراین عمر بسیار طولانی نداشته. خب علت و شدتی که موقعیتی که داشته و اون درست. شدت نظارتی که میشده خب احساس خطر میکرده از طرف حکومت و خب قطعا عمرشان کوتاه بوده و زود شهید میشه. و خب همینطور که بسیاری از شیعیان ما خب در کربلا مشرف میشه در زیارت ابو طالب میدونه که امام هادی و امام حسن عسکری خب هر دو در یک محل در شهر سامرا شهید میشه و مدفون هست و زیارتگاه مسلمانان و شیعیان دنیا در همونجا قرار میگیره به عنوان زیارتگاه و انشالله که خداوند توفیق بده که ما به زیارت این عزیزان انشالله مشرف بشیم، اونهایی که آرزو دارن انشالله. انشالله همه آرزو دارن. انشالله به برکت این روز بزرگ که روز خوشی هست، روز میلاد هست، هر کسی که آرزو داره انشالله که مشرف شود به حرم مطهر امام بزرگ. بله مخصوصا شیعیان کشور ما که بسیار آرزومند هستند، در جاهای دور زندگی میکنن و واقعا از حسرت میخورن که خداوند انشالله توفیق بده و عمری بده که حتما دستشان به زره و بارگاه ملکوتی همه ائمه انشالله مخصوصا در سامرا انشالله برسه که بین واقعا یک هنوز هم که هنوز یک قربت خاص خودش داره، هنوز هم که میری زیارت هنوز احساس میکنی که واقعا نسبت به بقیه زیارتگاه هایی که میری قریب افتاده. دقیقا. انشالله خدا نصیب کنه همه آرزومندان رو که حق همچین روز انشالله خداوند عیدی ما قرار بده و زیارتش رو نصیب ما بگردن. الهی آمین. و چقدر خوش هستن کسایی که از شهرهای بسیار دور وطن ما خودشان را میرسانن به عشق امام حسن عسکری، به شوق دیدارشان، به زیارت میرسانن خودشان را و انشالله که قبولم هست. خب بریم یان برنامه ببینیم. یک کلیپ بسیار زیبایی هست که در رابطه با میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام، شعر زیبا است که تقدیم شما عزیزان. عیز حسنت عیان جلوه داوری، طلعت احمدی سولتت حیدری، بر تنت رسا خلعت سروری، دیو حور و ملک جن و انسو پری، جمله در محضرت گرم فرمان بری، سیدی یا حسن ایها العسکری، چارده آیین روی زیبای تو، عطر مهدی دمد از نفسهای تو، در دل ما بود چون خدا جای تو، سوره قدر و نور نقش سیمای تو، نور حسن تو را مشتری مشتری، سیدی یا حسن
حسن ایها العسکری ای تولای تو دین و آیین من، مهر تو خوشتر از جان شیرین من، روح پاک دعا ذکر آمین من، کل ایمان من همه دین من. میسم از وصف تو می کند دلبری، سیدی یا حسن ایها العسکری. صلى الله عليك يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله. خب یک بار دیگه تبریک میگم به همه شما عزیزانی که همیشه همراه هستن با برنامه روشنا. روز میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام هست، تبریک میگم. و دیدیم که بسیاری از خانواده ها یک رواج بسیار خوب دارن در روزای میلاد، در روزای عید، پدرای عزیز یا مادرها میرن کلچه میخرن، چاکلت میخرن، نقل میخرن، نبات میارن در خانه تقسیم میکنن، یا بسیاری کسا هستن که در جاهای دیگه میبرن تقسیم میکنن چاکلت و شیرینی و نقل و نبات، بخاطر از اینکه روز میلاد را به همه معرفی کنن و بگوین که امروز چه روز بزرگی هست. و جالبی است که ما هم کلیپ زیبایی را هم باز تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد نسبت به این موضوع. و در ادامه صحبت بریم ببینیم که فضائل و اخلاق امام حسن عسکری علیه السلام چی هست، و انشالله که والدین عزیز هم نسبت به این موضوع در این روزهای عید و این روزهای ایام مبارک حتما در نظر داشته باشند که این خوشی‌ها را به اعضای خانواده خودشان تقدیم کنند. خب بریم فضائل و اخلاق و خصوصیات امام حسن عسکری علیه السلام را صحبت و گفته بکنیم. تشکر. نکته بسیار خوبی اشاره کردیم. حامدور جان، من خدمتون عرض کنم که یک نکته تربیتی حالی بسر بله. پیش مایه خدمت مادران گرامی، مخصوصا وقتی که همچون ایامی میشه، میلادها میشه، خب پدرها جداگانه بالاخره از سر کار میای، حالا یک چاکلیت شیرینی هم روی خود که میآوره، شاید گاهی وقتا که اگه یادشان نباشه، مادران عزیز توجه داشته باشه که در همچین روزایی سعی کنن که شما بهترین غذا رو درست کنین در خانه. خب وقتی که درست میکنه خوخان ناخب بچه‌ها مشتاق میشه و برشون سال پیش میای مادر جان مهمان داریم ما، خودم مادر کلان میای پدر کلان چی شده که امشب همون غذایی که ما بسیار خوش داریم همون رو درست کردی. و اینجاست بسیار یک موقعیت تربیتی بسیار خوب ایجاد میشه که مادر بچه های خود جمع کنه که بچه جانم امروز بخواد یک میلاد بسیار بزرگ است. خب بچه میگه میلاد کی هست، چیت قمت چطور، و اونجاست که شما بیان میکنین، صحبت میکنین که امروز میلاد امام حسن عسکری است، 11 همین امام شیعیان هست. و به همین مناسبت همونطور که ما شما بچه ها عزیزان ما هستین در تولد شما، خب ما یا شیرنی یا غذای مورد علاقتان درست میکنیم، در تولد امام عزیزمان هم باید ما همینچین کار رو بکنیم. خودش یک آموزش، یک نکته تربیت است که حتما قطعا این را اشاره میکنم خدمت دوست عزیز مادران، مخصوصا مادران حتما رعایت کنن. من خودم امیر دیشب به تقریبا انجام دادم، خب بسیار جالب بود برای بچه‌ها من که میگفت که چی شده مادر جان امشب غذا درست کردی مهمان داری، گفتیم بله همچین مورد هست. و این هم به یادشان میمونه، هم آموزش میمیره و هم به عنوان شیعه، به عنوان مادر شیعه باید ما آموزش بدیم، باید ما تربیت بدیم کنیم. شاید خب در رسانه ها کمترش گفتش، در مراکز رسمی کمتر گفته شده، ولی ما وظیفه مادری من هست که در همچین جا با همچین موقعیتی آموزش بدیم و حتی در ایام عزاداری هم به همین ترتیب. دقیقاً انشاءالله. خب حالا بسیم به ادامه بحث خودمون که بیان فضائل اخلاقی آقا امام حسن عسکری علیه السلام. خب ائمه ما کلگیشان همگیشان خب هر چه از فضائل اخلاقی بگوییم کم است. خب هر امام ما با یک فضیلت هایی باز مشهورتر بیانتر میشه. یک از فضائل امام حسن عسکری علیه السلام علم و دانش ایشان بودن که به عنوان فقیه اهل بیت مشهور هستن. چی رقم؟ خب چون در زمان امام حسن عسکری علیه السلام با او خفقان، با او مشکلات، با او سختگیری هایی که از طرف حکومت میشد، باز هم ایشان به بیان و نشر احکام دینی، به بیان مسائل فقهی شیعیان میپرداختن. سوالات، شبهات و که داشتن شیعیان از راه دور و نزدیک، خب به وسیله نامه میآمدن میرسید به امام و امام پاسخ اونها را میدادن که به عنوان فقیه شناخته شدن. این از علم و دانش امام حسن عسکری علیه السلام. مسئله دیگر بازی که یک فضیلت اخلاقی که باز امام حسن
سلطان عسکری علیه السلام مشهور است، سخاوت ایشان است. همه ائمه ما خب میدونیم که سخاوتمند بودن. خب برای هر کدام داستان‌هایی هست. یک داستانی که روایت شده در زمان امام حسن عسکری، یک فردی به نام محمد ابن علی همراه پدرش، خب روزگار سخت میشه، توی دست میشه، مشکلات زندگی زیاد میشه، با خود فکر میکنه میگه بریم خدمت امام حسن عسکری برسیم. شنیدم که بسیار سخاوتمند است، در را با خود صحبت میکنه. پدر میگه که امیده من اگر 500 دینار بده امام حسن عسکری، من 200 دینار نیاز دارم که تهیه لباس کنم، 200 دینار دیگه هم بدهی خود بدم، 100 دینار دیگه هم مخارج دیگه. خب پسر میگه خب اگر به من 300 دینار بده امام، مشکلات من برطرف میشه، 100 دینار رو یک مرکب میخرم و 100 دینار رو لباس و 100 دینار دیگه هم مخارج. با هم گفتگو میکنه، در راه تا میرسه به منزل امام حسن عسکری، خب در میزنه، خودو معرفی میکنه، وارد میشه. بعد از این امام حسن عسکری که ملاقات میکنه میگه چرا زودتر از اینا به پیش ما نیامدیم؟ خب ایشون میگن که خب شرم حضور داشتیم از اینکه ما بخوایم برای طلب مال دنیا خدمت شما برسیم. خب وقتی که بحث گفتگو خلاص میشه، خب خارج میشه، به او خدمه ای که داشته دو کیسه میده و دمی در رو کیسه 500 دیناری رو میده به خدمت پدر و 300 دیناری رو میده خدمت پسر. و همین مطلب رو هم میگه که این 500 دیناری که آقا دادن خدمت شما، حضرت فرمودن که 200 دینارش خرج لباس، 200 دینار خرج بدی و 100 دینار خرج مخارج دیگر کو. بعد پسر هم همون چیزی که نیاز داشته و گفته بوده توی رو هم رو بیان میکنه و هر دو خوشحال برمیگردن و متعجب از این که چگونه از احوال درونی اونها با خبر بودن. این نشان دهنده است که از احوال ما خبردار هستند. بله قطعاً قطعاً همینجوری هست که ما هر جا باشیم در محضر آقامون هستیم. الان هم همینطور است که پسر ایشان آقای امام زمان علیه السلام که خب نظرها ظاهرا غایب است، مطمئن باشین که احوال ما را خواهد دانست. خب این از سخاوت امام حسن عسکری. بعد یک ویژگی دیگر که در زمان امام حسن عسکری بر شیعیان بسیار تاکید میشد، تاکید بر اصل تقیه بود. خب در اون زمان با اون خفقان، با اون مشکلات، خب برای اینکه اون فقه شیعیان پایدار بمانه و خب و باید به نسل‌های بعدی میرسید، بر اصل تقیه بسیار تاکید میکردن. خب یکی دیگر از این که در زمین اخلاقی، امام حسن عسکری علیه السلام حدیثی داره که میفرماید که ایمان به خدا، دو فضیلت اخلاقی است که از اون بالاتر نیست، یک ایمان به خدا و دو نفع به برادران. خب همین مطلب رو باز میکنیم خدمت شما که هم کلی مطالب اخلاقی ده همین نهفته است. همون نفع به برادران. بله. نفع به برادران. خب میشه همون سخاوتمندی دیگه که داشتن دیگه. همه نکات اخلاقی رو در بر میگیره. یکیش سخاوتمندی میشه. ببینید. خب میگیم که دو نکته از هم بالاتر است. یک ایمان به خدا. خب ایمان به خدا چیزی هست که بالاخره هم ما باید قلباً خب ایمان به خدا رو داشته باشیم. هم لسانن که به زبان خود بیان کنیم. که ما به عنوان مسلمان، به عنوان شیعه، به عنوان دوستدار اهل بیت باید چی بگوییم و چه رقم باشیم و هم خب با اعمال و رفتار خود باید نشان بدهیم. یک از اعمال و رفتار ما همین شاد بودن در شادی ائمه است. یک از اعمال و رفتار ما غمگین بودن در غم و مصیبت های ائمه است. خب چیزی که در اعمال ما، خب این نشان دهنده ایمان به خداست. یعنی کسی که ایمان به خدا داره هم به قلبش، هم به زبانش و هم به جواره خود باید اینا نشان بده. خب مطلب دیگر، خب نفرسندون به برادران چی رقم است؟ چیزی که حدیثی که امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن، شاید خیلی از بینندگان ما الان به فکرش هم برسه، خب نفر بر رساندن به دیگران یا به برادران یعنی که شما حتما یک بخشش مالی کنین. خب من یک نیازمندی میآید، برادر دینی ما است، خب من یک بخشش مالی کنم. درسته. حتما یک کمک رسانی فیزیکی، مثلا دست دوره بگیرم، یک یتیم دست نوازش بکشم، یا خانه نداره، بچم نان نداره، پوشاک نداره، این رقم من یک بخشش ظاهری داشته باشم. در حالی که اگر ما یک چتر کلانی است که بسیاری از مسائل اخلاقی را تحت پوشش خود قرار میده. درسته. یعنی فقط صرف جنبه مادی نداره. نه، جنبه مادی نیست. یک از مسائلی که تحت پوشش قرار میگه ادب انسان است. ما چگونه با ادب خود میتونیم به دیگران نفع برسانیم؟ خب وقتی که من یک فرد مؤدبی باشم، درست برخورد کنم، قطعا اون فرد مقابل من درست برخورد میکنه و در نهایت نفع میرسانم به اون فرد مسلمان و ایشون هم به من نفع میرسانه. پس این نفع رساندن یک ابعاد بسیار مختلف و گسترده‌ای داره. نکات اخلاقی کلان در همین مطلب نهفته است. خب بریم میان برنامه ببینیم، در ادامه صحبت هستیم و میان برنامه ما هم چقدر زیبا هست. تقدیم شما والدین عزیز و همه بیننده‌های عزیز.
عمل یک جوان بسیار خوب که با شیرینی و کلچه دادن و دوستان خودش میخواین که وجود و حضور امام بزرگ و امام حسن عسکری علیه السلام که روز میلادش هست را تبریک بگویه و در حقیقت میخواین معرفی کنه وجود این شخصیت بزرگ را. خب ببینیم این کلیپ زیبا را تقدیم شما عزیزان. تشکر استاد. با اجازه. خدا حافظ. اجازه است تازه کنم؟ چه خبر هم مگر برش چی؟ سمه جان شیدنی و خاطشی بود نکنه سالگیرت است؟ نه نه دیگه چیز هست دیگه چیز هست نکنه برای نیبرسکل خیلی دست همه جان برادر من دیگه جان روش نوال شدی مقام آورده این بود بفر خب سمه جان خودتان بگیم آده از چه خاطر شیدنی تازه گیرید؟ امروز روز با سعادتی بود روز تولد امام 11 و امام عسکری علیه السلام بود که میخواستم روزی در این روزی خوشی را با شما شریک شوم. ما از شما دوستا میخواهیم کسی هست در باره امام حسین عسکری معلومات داشته باشه که ما بفهمیم که در باره از این اطلاعات ما زیادتر شوم. فرمایید. در رابطه با ویژگی شخصیتی امام بخواهیم خدمت شما عرض کنم. یکی امام حسین عسکری امام 11 هم علیه السلام دارای ویژگی و شخصیت والایی بودن. از جمله مثلا شجاعت، مثلا جرأت، صلابت روحی، قوت قلبی، صداقت امثال اینا. تواضع و فروتنی یک صفتی است که هر کسی نمیتونه داشته باشه، یعنی هر کس لیاقتش را نداره یا هر کس ظرفیتی داشتن همچین صفتی را نداره که بتونه در وجود خودش همچین صفتی یعنی تواضع و فروتنی را رشد پرورش بده. در رابطه با همین تواضع و فروتنی باید گفت که امام یا امام 11 امام حسن عسکری به حسن بجه یک شخصی فروتن و متواضع بود و در همین رابطه یک حدیثی از امام علیه السلام هست که میفرمایند تواضع نعمتی است، یعنی تواضع خودش در اول یک نعمت است. تواضع نعمتی است که نمیشه به او حسد برد، یعنی شما اگه مال داشته باشین یا ثروت داشته باشین، زندگی خوب داشته باشین، مردم به او حسد میبره کاش ما هم داشته باشیم، ممکن که به هر طریقی بخوای او را از شما بگیره، ولی تواضع صفت یک کس به او حسد نمیبره. امروز روز تولد امام حسین عسکری علیه السلام پدر حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف بود و ما خواستم که این روز خجسته را با شما و از طریق شما و با خانواده شما شریک بشازم. پس چی خوب است این روز با سعادت برای فرزندش امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف تبریک بگیم. تشکر از همراهی شما عزیزان بیننده. تشکر میکنیم از همکاران ما به خاطر این مستند گزارشی که تقدیم شما عزیزان کردن. یک بار دیگه تبریک میگم به همه شما عزیزان. در روز بزرگی هستیم، روز میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام و ادامه صحبت ببینیم که چه فضائل و اخلاقیات داشتن این امام بزرگ ما. خب خانم علیزاده، داستان زیبایی که شما و همه بیننده‌های عزیز ما حتما بارها شنیدن به خاطر همین خصوصیت اخلاقی که شما بیان کردین، امام حسن عسکری وقتی که در زندان بودن چند نفر میفرستن داخل زندان که امام حسن عسکری را آزار و اذیت کنن، ولی تحت تاثیر رفتار این امام بزرگ قرار گرفتن به خاطر همو ادبشان، به خاطر همو تواضع و فروتنی، به خاطر همو سخاوت، به خاطر همو عبادتی که داشتن، او دو نفری که آمده بودن که او را آزار بدن تحت تاثیر رفتارش قرار گرفته بودن. بله، چقدر زیباست این موضوع. بله، قطعاً اسلام دین اخلاقه و ائمه ما پرچمدار اخلاقن و شما ببینید زندگی همه ائمه رو وقتی مطالعه میکنین چگونه از خود پیامبر اسلام صلی الله تا همه آخرین امام ما
با اخلاقشون چگونه تحت تأثیر قرار میدن و چگونه جذب میکنن افراد. خب چرا ما اگر ما به عنوان پیرو رهرو و شیعه ائمه اگر بتوانیم نکات بسیار اندک، حالا ما بگیم ظرفیت های ما کمتر است، همون را ما اگر همون نکات اخلاقی رو در زندگی شخصی خودمان به کار ببریم، چقدر گل و گلستان می شود. بله. زندگی ما، خانه های ما، جامعه ما، محله ما، کشور ما گلستان می شود. خانم علیزاده، من فکر میکنم که جزء وظایف ماست. بله، جزء وظایف ما باید این کار رو بکنیم. اگر انسان هستیم و اسم انسانیت در وجود ما هست، باید موظف بدانیم خود ما را که این خصوصیات اخلاقی را هم در وجود خود ما پرورش بدیم و عمل کنیم. دقیقاً ما وقتی که اشاره میکنیم به احادیث ائمه میبینیم که بسیار تاکید کرده به اخلاق. خب همین حدیث، یک حدیثی که از امام حسن عسکری علیه السلام خدمت شما عرض کردیم که دو خصلت فرمودن، دو خصلت هست که بالاتر از آن نیست، یکی ایمان به خدا و دیگری نفع به دیگران. همین را که باز کنیم همین مطلب میرسیم به انتهاش به اخلاق. وقتی میگیم منظور از نفع رساندن به دیگران چگونه است، چه رقم نفع میرسانیم، گفتیم خدمتتون که ما میتوانیم با ادب ما نفع برسانیم. وقتی که دو مؤمن با ادب برخورد کنن، قطعا به هم نفع میرسانند. این ادب باعث میشه که دیگر توهین نکنی، ناسزا نگویی، دشنام ندی، زبانت به بد نچرخه. خب همین باعث میشه که چی؟ باعث دوستی میشه، باعث رفاقت میشه. پس ببینی یک نکته اخلاقی است، این میشه یک نفرساندن به برادر دینی. و یک دیگر مثلا با هم در همسایه داری، اگر در همسایه داری خوب رفتار کنی، حواست به همسایه باشه، همسایه‌ای که بالاخره ناتوانتر از دستش رو بگیری، خب این با اگر از اون نگاه خدایی نکرده تحقیرآمیز نسبت به همسایه ضعیف‌تر خود نداشته باشی، این یک اخلاق. وقتی را داشته باشی قطعا زندگی تغییر میکنه، قطعا زندگی خودت، همسایت، محلت، جامعت تغییر میکنه. درسته، کلی که از اینا میشه نکات اخلاقی. خشم نکنی. ببینی وقتی که خشم نکنی، برادرت بالاخره رو در رو میشه، یک وقت خسته است، یک وقت ممکنه خب صدای خود سر تو بلند میکنه. اگر تو با مهربانی و لطف و یک نگاه محبت آمیزی خب خود کنترل کنی خشم خوده و خون سرد با لطافت بگی چی شده برادرم، از کجا دلت پره، چی شده، مشکلی در کجا هست، قطعا افرد و او شرم میشه از اخلاقتون ده خودش. وقتی شما نرمی و لطافت به خرج بدین، بله، اون شرم میشه و ادب شما باعث تواضع او فرد میشه. دقیقا. و این میشه نفرساندن به برادر. اگر خدای نکرده، بله، اگر که یک نفر یک برخورد میکنه، او دو برابر، بله، او دو برابر برخورد کنه، خب چی میشه دیگه؟ دو برادر مؤمن به جان یک دیگر میچسبه، خب مشکلات به وجود میاد، جنگ به وجود میاد، همون چیزی که مشاهده میکنیم خدای نکرده در جامعه هست. یکی دیگر این که خب کینه نکنید. وقتی که ما به عنوان از برادر مؤمن خود کینه نداشته باشیم، کدورت ها رو فراموش کنیم، قطعا زندگی آسان‌تر بر ما میشه و این میشه نفرساندن به برادر مؤمن. به دیگران نفر میرسانی. اگر شما دیگران کینه داشته باشین، اول از همه که خودتون اذیت میشین، خب شب و روز فکر میکنین که چرا به تو این کار کردی کار کرد، و این باعث میشه که هم خودت آزار ببینی، بله، و هم وقتی که با او فرد رو در رو میشه قطعا یک رفتار ناخوشایندی رو داری. پس سعی کنیم در دل هامون کینه نداشته باشیم. خب اگر پس بنابراین به طور کلی ما میتونیم نتیجه بگیریم تمام نکات اخلاقی وقتی میگن نفع به برادر دینی خود برسانید، همین رو میرسانه که اگر ما نکات اخلاقی رو رعایت کنیم به برادر مؤمن خود نفع میرسانیم. یعنی یک شاه کلیدی به ما میده با حدیثایی که ما از ائمه خود داریم که شما خود مطلب بگیری دیگه. وقتی میگن نفع به برادر مؤمن برسانیم، به فکر ما فقط این نفع ظاهری نباشه، این دادن یک مال، یک دوشاگه خوراک نباشه، بلکه ما میتونیم با ادبمان، با رفاقتمان، با همسایه داریمان، با خویشتن داریمان، با فرو بردن خشممان، با کینه و دل نگرفتنمان، با محبتمان، با زبان نرم و لطیفمان میتونیم به برادر مؤمن خود نفع برسانیم. یعنی همون حدیث، همون شاه کلیده که به ما داده، هم میتونیم را برسیم و انشاءالله که در زندگی خود پیاده کنیم. اگر ما ببینین الان بسیار خوب علوم پیشرفته کرده، بسیار از روانشناسا به نکات رسیده، همینا رو مطرح میکنه و بسیار تکنیک های روش های مختلف رو بیان میکنه که شما خشم خود رو چجوری کنترل کنیم و به روش های مختلف جامعه شناسان به طریق خود. ولی اگر همه اینها رو جمع کنیم، برمیگرده به همون احادیثی که ائمه ما فرمودن.
بله. یعنی نکته هایی که فرمودن در درون اون نکته ها، در درون اون احادیث تمام این مسائل که خیلی از روانشناسا و در قرن ها بهش رسیدن در همون احادیث بیان شده، به شرطی که ما به عنوان پیرو، به عنوان رهرو، به عنوان شیعه ائمه دنبال این مطالب باشیم و اون مطالب رو با جان دل گوش کنیم و در زندگی خود به کار ببندیم. وقتی در زندگی خود به کار ببریم، قطعا سود اونها اول به خودمون، به خانوادهمون، به محله زندگیمون، به همینطوری گسترش پیدا میکنه به جامعهمون، کشورمون، و باعث میشه که ما بسیاری از مشکلات رو نداشته باشیم. بله دقیقاً همونطور است. متاسفانه جامعه اسلامی وقتی درگیر مشکلات بیشتر هست، به خاطر هم که ما از اخلاق دور شدیم. ببینید چیزی که متاسفانه در جامعه اسلام درگیری ها بیشتر میشه، گاهی وقتا بالاخره نگاه های تحقیرآمیز میشه، قومگرایی میشه، نژادگرایی میشه، به هر دلیل، حتی نسبت به فرقه های مذهبی، خب نسبت به همدیگر خشونتی پیش میاد. به این خاطر است که ما از اخلاق دور شدیم، دور هستیم. یعنی که ای که ما فضائل و اخلاق امامان بزرگ در گفتگو قرار میتیم، به خاطر همیست که بتانیم شناخت ما بیشتر شوم و متوجه رفتارهایشان باشیم که اونا چه قسم زندگی کردن، چه مسیری را رفتن، و ما هم باید همان گونه باشیم. انشاءالله که سرمشق زندگی ما باشه، انشاءالله که بنوان نکات تربیتی مادران ما، پدران ما، کلانترهای ما در پیش باشه و اینها را یادآوری کنه به فرزندان خردتر، بنوان یک کلاس درسی در خانه تشکیل بده. وقتی که سال روز میلاد میشه، خب گفتم بسیار نکته تربیت است، خب وقتی مادر خانه یک نان خوب پخته میکنه، پدر خانه هم رو یک چاکل شیرینی وقتی به خانه میاد، خب بچه ها مشتاق زمینه تربیت فراهم هست دقیقا. همونجا بشینین و یک حدیث گوهربایی رو از همون با توجه به همون میلادی که اون روز هست بیان کنید، بچه ها رو جمع کنید و صحبت کنید و بگید یک نکته اخلاقی که بله. بیان کنید و اینا میفهمه که بله چه دینی ما داریم، چه ائمه ما داریم. یعنی هر کدام از ما میتونیم یک مبلغ بله باشیم. یک او که یک جوان است میتونه یک مبلغ باشه، او که مادر هست، پدر هست، استاد، معلمین، همه ما وظیفه داریم. این وظیفه را باید در ذهن خود داشته باشیم و بارها بگوییم که ما این وظیفه را داریم که در این ایام، یعنی این ایام، ایام ولادت، ایام هایی که این هست یا شهادت هست، اینا رو بهانه قرار بدیم که بتانیم یک تبلیغ کنیم، صحبت کنیم، معرفی کنیم امامان بزرگ. گاهی وقت پدر مادر رو شانه خالی میکنن، میگه خب مدرسه میره، مکتب میره، خودش میفهمه، خودش کلان میشه، میفهمه. نه نگذاریم که وقت تربیت بچه ها رد بشه. درست. و حتی در هر موقعیت، بسیار هر جایی که به قول معروف که تنور داغ است باید نان رو بچسبانیم، زمانی که زمانش در همچین روزها هست، انشالله استفاده کافی را ببریم و بهره‌مند بشیم از همچین روزها. تشکر میکنیم خانم علیزاده از صحبتهایتان. انشالله که به حق این روز بزرگ همه حاجتهای شما و همه عزیزان بیننده ما برآورده شود و روز و روزگار به خوبی، به خوشی، پر از آرامش باشه برای همه شما عزیزان و یک امنیت خوب، یک آرامش خوب نصیب حال همه شما هموطنان گلم و هر کدام از شما عزیزی که همکنون بیننده برنامه هستین شوم. از کارشناس محترم برنامه سپاسگزار هستم و از همه شما عزیزانی که تا این لحظه هم با ما بودین از شما هم سپاسگزار هستیم و موفقیت، پیروزی، سربلندی برای همه شما عزیزان از خدای بزرگ خواستار هستیم. یک بار دیگه میلاد با سعادت به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتان. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.